خب دوستان دقت بکنین، حالا نگاه کنین با توجه به این عملکرد این نقشه رو ترانسگذاری کرده. بریم با هم دیگه بررسی بکنیم. ببینید یک نگاه اجمالی به مبناها میندازم، A و B و C رو میبینم. الان اینم هستی. آره A و B و C رو میبینم. خب میرم سراغ مبنای A. ببینید مبنای A رو داده به پشت بته، تختی داده، تختی 5000. شکل نهایی ترانس چه شکلیه؟ بین دو تا صفحه است. این دو تا صفحه فاصله اش از هم چقدره؟ 5000. خب آقای غلامی بگه این سطح پشت آیا یک ویژگی با اندازه است؟ نه. نه چرا؟ چون یک سطح تکیه بس به یک ویژگی بدون اندازه است، هرگز مودیفایر نمیگیره، هرگز. از اون برم چون ترانس تختیه جزء ترانس فرم مبنا هم نمیگیره، بس بنابراین خودش شده مبنای A. ببینید دقیقا همین جوری تفسیر میکنیم و میریم جلو. میریم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم رو به زیر قطعه داده. زیر قطعه ببینید ترانس اون این همیشه مبنای دوم رو مرتبط میکنه به مبنای اول. با چی؟ با ترانس تمام. همیشه نه، ولی باید مرتبط بشه. شما سعی بکنید یاد بگیرید که مرتبط کنید. اگر مرتبطش نکنید درست مثل یک نقشه ایه که یه خورده بی‌محتواست، یه خورده ناقص کشیده شده. آره. خب تعامد 5000 اوم داده نسبت به A. ویژگی چیه؟ ویژگی بدون اندازه است یا با اندازه؟ ویژگی بدون اندازه است. رو هم حساب مودیفایر نخواهد گرفت. از ترانس تعامد استفاده کرده، نایه ترانسی بین دو تا صفحه است، بس علامت قطر نمیخواد. ببینید تمام اینا قابل تفسیره. علامت قطر هرگز نمیخواد. خودشه، مودیفایر نمیگیره چون ویژگی بدون اندازه است. مبنا میخواد، مبنای قبلی خودش نسبت به A. چرا؟ چون تعامد اصلا یک ویژگی یا یک ترانس مرتبطه. مرتبط یعنی مبنا میخواد. حالا اینجا اگر مبنای A رو نداد غلطه. ببین اینجا مبنای A بده غلطه، اینجا مبنای A رو نده غلطه. آقا تعامد رو میخواد نسبت به چی؟ همینجا ولش کردی به امون خدا؟ تعامد باید داشته باشه نسبت به مبنای قبلی خودش. میریم سراغ مبنای C. مبنای C هم باز تعامد داده. این سطح تعامد 5000 اوم داره نسبت به A و B. ببینید به دو تا مبنای قبلی خودش مرتبط شده. ببینید 5000 اوم این سه تا یا مساوی هستن یا اگر قرار مساوی نباشن مبناها به ترتیب باید چی؟ کوچیک‌تر بشه. این میتونه 6000 اوم باشه، 4000 اوم نمیتونه باشه. شما نمیتونی 4000 اوم رو نسبت به 5000 اوم بسنجی، اصلا منطقا جور در نمیاد. و ترانس ها به ترتیب بسته تر میشن. مبناها باید چی؟ ترانس های بسته تری داشته باشه نسبت به اینا. نگاه کن 12000 اوم 10000 اوم. حتی تو خود مبناها میگم تقدمه باید بسته تر باشه. خب تکلیف مبناها روشن شد. حالا من نفر کنترلم، اینا رو باید بدونم چجوری کنترل میکنم. راه داره. الان این تعامده، این تختیه چجوری کنترل میشه؟ تو روش‌های اندازه‌گیری می‌کنیم. تعامد چجوری کنترل میشه؟ این تعامد چجوری کنترل میشه؟ بعد اینم بگم تو جی‌دی‌ان‌تی به محض اینکه اولین مغایرت رو شما دیدی قطعه می‌ذاری کنار. این که این الان همین الان من این تختیه رو گرفتم، تختیه این از 5000 بیشتر بود. دیگه قطعه ادامه نمیده. ادامه نمیده. چون همینا هزینه است. جی‌دی‌ان‌تی اومده که چی؟ هزینه‌ها رو برام بیاره پایین. میگه برای چی وقتی تختیه رعایت نشود رفتی سراغ تعامد؟ تختی رعایت نشود قطعه رو بذار. خب حالا تکلیف سه تا مبنای من روشن شد. میرم مثلا سراغ این سوراخ بزرگه. سوراخ بزرگه اینجا میخونم پوزیشن داده. خب نهایی ترانسیش استوانه است. منطقش رو خوندیم. چرا استوانه است؟ به این دلیل که از همه جهات یه جور باشه. استوانه 10000 اوم توی شرایط ماکسیمم متریال کاندیشن نسبت به ستاپ ای او بی سی، یعنی حتما وقتی میخوای این سوراخ رو کنترل بکنی چه سایزش رو و چه موقعیتش رو قطعه باید روی ای و بی و سی فیکس بشه. 6 درجه آزادیش باید گرفته بشه. هر جایی که نگیری اون طرف داره چی؟ از استاندارد عدول میکنه. یه جایی یقش گرفته میشه. خب شکل نهایی ترانسی چیه؟ استوانه است. استوانه چقدر؟ 10000 اوم. 10000 اوم فیکسه. خیر، علت چیه؟ مودیفایر داره. چقدر میتونه اضافه بشه؟ میرم سراغ اینجا. 8000 اوم. 8000 اوم میتونه بیاد به این اضافه بشه، میشه 18000. جاش کجاست؟ این استوانه نسبت به مبنای A تعامد داره، تعامد مطلق. نسبت به مبنای B حتما باید این فاصلش رعایت بشه. نسبت به مبنای C باید این فاصلش رعایت بشه. میریم سراغ این یکی. شکل نهایی ترانسی چه شکلیه؟ دو تا استوانه است. اندازه‌شون چقدره؟ 12000. 12000 فیکس. خیر، M داریم. چقدر میتونه اضافه بشه؟ 7000 میتونه به این اضافه بشه، میشه 19000. جاش کجاست؟ این دوتا استوانه نسبت به A عمود مطلقن، نسبت به B تو فاصله 500000، نسبت به C یکیشون 600 و یکیشون 2500000. همین اینجوری باید تصور بکنه. حالا جالبیش اینه
جالبی شیره این. یه خود بریم جلو. این همون شکل ناحیه ترانسی. ببینید؟ این همون ناحیه ترانسی. سطح پشت تختی داره. ببینید 5000 فلتنس تولرانس زون. ناحیه ترانس فلتنس 5000. دقت بکنید قطعه رو برجسته ترین نقاطش میشینه روی این سطح. سطح قطعه حتما باید توی ناحیه باشه. اگر نباشه از این بیفته بیرون رد. اینا فعلا تصوری ها. ببین ما اینا رو تصور میکنیم بفهمیم چیکار داریم میکنیم. حالا میریم تو کنترل. کسی که قطعه رو میخواد کنترل کنه ولی هیچ تصوری ازش نداره، من میخوام بگم آقا 100% خطا خواهد رفت. مگه میشه؟ این سناریوته. شما سناریو رو اول باید داشته باشی که بعد بر مبنای اون، یعنی تا زمانی که این ناحیه ترانس رو لمس نکرده باشی مگه میتونی رو کنترل بکنی؟ پس اینا خیلی مهمه. من میخوام بگم اینها یه مقدمه است برای اینکه شما بهتر بفهمید. مبنای دوم نگاه کن. مبنای دوم هم تو این نما دیده میشن تو این نما. خودش اینجا نوشته 5000 پرپندیکولاریتی تولرانس زون ناحیه 5000. شما شاید برای قطعات اولت نیاز باشه اینها رو بکشی، برای قطعات اول یکی دو تا سه تا ناحیه ترانسی رو باید بکشی، ولی بعد که خود راه افتادی و مسلط شدی دیگه اینا همش میشه حفظ. خب بعد میرم سراغ مبنای سی. مبنای سی رو نگاه کن. 5000 پرپندیکولاریتی تولرانس زون ناحیه ترانس تعامد 5000. ببینید تمام ویژگی های قطعه تو ناحیه ترانسی خودشون قرار گرفتن، با اینکه ای بجاج داره داشته باشه تو ناحیه مجازشه، تا زمانی که مجازه اشکالی نداره. حالا میرم سراغ این سوراخ. این سوراخ رو نگاه کن. ناحیه ترانسیش 10000 پوزیشن تولرانس زون ناحیه ترانس 5000. اما حواستون باشه که 10000 و این ناحیه ترانس 10000 که خودش استوانه است اما فیکس نیست، یعنی این 10000 ثابت نیست و میتونه با تغییر سایز تغییر بکنه. پس اینم جاش اینه. ببینید الان بیسیک بیسیک و برای این دو تا سوراخ هم همچنین. ببین دو تا سوراخ خوش نشه، دو تا سوراخ 12000 پوزیشن تولرانس زون که در داخل ناحیه ترانسی خوش قرار گرفته.